اینجا شماری از نظامیان بازنشسته حکومت پیشین به طالبان بیعت میکنند و میگویند که برای تامین امنیت شهر کابل و دیگر بخش‌ها حاضرند با طالبان همکاری کنند. غرور، کبر، دی قانون تطبیق نه یوسان تطبیق اول داسی وی لکه چه په پخوانی حکومت چې خپل ځان کې ګڼم باید اعتراف وکړو. امارت اسلامی با ټول مامورین لري کوي او په جیب ملایان مقرری، طالبان به مقرری، دا نظامی اردو به ټوله ختموي، دا پولیس به ټول ختموي. ورونو حکومتداری پولیسو تم ضرورت لري، بلکې حکومتداری پولیس او نظامیان نو ته تر ټولو اشد ضرورت لري. در این مراسم خلیل رحمان حقانی، عضو بلندپایه طالبان و مسئول تامین امنیت کابل میگوید که برای ساختن کشور نباید منتظر خارجی ها ماند و باید نظام همه شمول را در همسویی با تمامی طرف ها ایجاد کرد. چوک چه در اطلین که اسلامی نظام اهل وی، هر چوک چوی، در هر قوم نوی، موگ به دیتا ترجیح نور کوي چې دیو کوم خلق د ټول روسیې پارتګه ا د دیو کوم خلق ته بل وانهسته. موږ به ترجیح دې ته ورکوي چې څوک د دې اهل ده. این زو برجسته شبکه حقانی در پاسخ به برخورد احتمالی طالبان با تهدیدهای داعش محتاطانه پاسخ میدهد و میگوید که این گروه ساخته شده خارجی ها هستند. در ټول پروګرامینا د یو نام د بل نام نه دلته استعمال ده. اوس افغانستان کې په افغانانو کې جدایي ډلې تپلې هیڅ وجود نه لري، الا مګر کوي انشاءالله موږ غواړو چې دا مسله ټوله په خبره حل شي. موږ د کاروان د دې لپاره شروع کړی دی. اینان بر پشتیبانی از طالبان گرد هم آمدند. از مردم میخواهند که در کشور بمانند و در ساختن کشور سهم بگیرند. راپورونو او د دنیا تبلیغاتو ته مه ګورئ، په خپلو کورونو کې مطمئن کینئ، لاس به لاس ته ورکوو او دې ولس او ملت ته به خدمت کوو. این در حال است که حدود دو هفته می شود که کشور در خلای قدرت سیاسی و قانونی به سر می برد. به تازگی طالبان گفتند که ملا هیبت الله رهبر این گروه در قندهار حضور دارد و برای ایجاد دولت جدید با سران این طالبان در حال رایزنی است.